سازمان بهداشت جهانی WHO با انتشار بیانیه، خواستار اقدام و رسیدگی فوری درباره توزیع شربت‌های کودک کش در کشورهای مختلف جهان شد بر اساس این بیانیه طبق اطلاعات به دست آمده توزیع شربت‌های آلوده در کشورهای مختلف جهان باعث مرگ تعدادی از کودکان شده است تا به این لحظه در هفت کشور جهان کودکانی بر اثر مصرف این شربت های آلوده که شربت ضد سرفه هستند جان خود را از دست دادند این شربت ها تقلبی و غیر استاندارد بودند سازمان بهداشت جهانی بر لزوم اقدام فوری برای شناسایی منبع عامل یا عاملان تولید این شربت های کشنده که در طول چهار ماه گذشته در کشورهای مختلف جهان توضیح شده تاکید کرد به گفته یه سازمان بهداشت جهانی طبق تحقیقات و بررسی های انجام شده این شربت های غیر استاندارد حاوی مقدار زیادی و بیش از اندازه ماده دی آتیلن گلیکول دی ای جی و آتیلن گلیکول ای جی هستند و زیاد بودن این مواد باعث مرگ کودکان شده است این دو ماده مواد شیمیایی و صنعتی هستند که در تولید ضد یخ برای خودروها هم مورد استفاده قرار می گیرند و با توجه به کشنده بودن استعمال آن به هیچ وجه نباید در داروها مورد استفاده قرار گیرند گفتنی آمار دقیقی از همه کودکان کشته شده به خاطر این علت در دست نیست اما بر اساس بیانیه یک سازمان بهداشت جهانی تا به این لحظه 300 کودک شناسایی شدند که با خوردن این شربت ها جان باختند که بیشترین قربانی کودکان خردسال زیر 5 سال بودند. بیشترین کشورهای آسیب دیده در این پرونده کشورهای گامبیا، اندونزی و ازبکستان هستند.